خب خود ایرانیان به کشورهای خارجی سفر میکنن، اگه بخوایم بگیم که اونا مزاحم ما هم، پس ما هم مزاحم خارجی های مشور رو هم خیلی ممنون. چه جمله ای گفت بچه ها؟ یه کاری که اصلا صحیح گفتنش نیه، آبرو احتیاط ایران دارن میبرن با این کارشون. یه کاری حالا گفتن نداره، فرقی میکنن کلن، خیلی کار نایه. وقتی که اونا برن اونجا همچین حرکتی رو، تو ایران خودمون هم چرا نمیکنن؟ متوجه میشید؟ منظور شما والا من که متوجه نمیشم. بعضا مشکلاتی رو از این طرف مشاهده میکنن، اینها دلیل برای نمیشه که ما به تمامیت مردم افغانستان ارتباط بدیم. وقتی یه نفر یه کار اشتباهی میکنه که نمیگن افغانستان خراب کرده. یعنی همونطور که توی یک خونه یک خواهر و برادر امکان داره که زمین تا آسمون اخلاقیاتشون با هم فرق داشته باشه، یا یکیشون معتاد میشه یکیشون پزشک میشه مهندس میشه، نمیشه بگی که کل خانواده مثلا دیگه معتادن، اینجوری که نیست. سلام 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 قندولک های مقبولک چنل پریفان، خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم، ممنون که دارید من رو نگاه میکنید. قراره بریم به ایران، یک مصاحبه جنجالی رو ببینیم که از مردم ایران پرسیده شده. میریم با هم میبینیم نظرشون رو راجع به مردم افغانستان و خود افغانستان. اگر موافقید که بریم و این گزارش بسیار زیبا رو ببینیم و هر کامنتی که گذاشتید حتما خونده میشه و بهتون جواب داده میشه، پس حتما نظراتتون رو راجع به همچین گزارش هایی واسه هم بنویسید. لینک اصلی چنل دوستمون هم در دیسکریپشن هست، میتونید ویدیوهای دیگه شون هم ببینید و اگر از این ویدیو لذت بردید حتما لایک ویدیو رو بزنید. دمتون گرم، بزنید بریم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی NDNG حمید. من در کلیپ قبل نظرات مردم عزیز افغانستان و تو ایران راجب ایرانیا و راجب حرف آقای عراقچی پرسیدم و شما دیدین. در این کلیپ میخوام برعکس نظر ایرانیا رو راجب مردم عزیز افغانستان بدونم و راجب افغانستانی های عزیز ایران و حرفشون و نظرشون راجب حرف آقای عراقچی. بریم نظر ایرانی های عزیز و راجب مردم افغانستان عزیز و افغانستانی های عزیز ایران بدونیم. سلام آقا. سلام. خسته نباشید. مرسی. من یه چند تا سوال داشتم راجع به افغانستانی های ایران، اگه محبت کنیم به من جواب بدین ممنونتون میشم. اول میخواستم نظرتون رو راجع به افغانستانی ها بدونم. نظرتون چیه؟ حالا چند میلیون افغانستانی هستن اینجا، شما باشون برخورد داشتین؟ مثل برادر خودمون میمونن دیگه، مثل هموطنی خودمون. درسته. زحمت کشن، کار میکنن. شما دوست افغان داری؟ آره. خب نظرتون راجع به مثلا دوستای افغانتون چیه؟ مثلا بچهای خوبی هم آروم هم کلن. فرقی هم دارن با بقیه یا نه مثلا فرقی ندارن؟ مثل هم نه مثل هم آزار اذیتشون نمیسه کلن. وزیر البته معاون وزیر خارجه گفت چند پیش گفت مثلا اگه فشار بیارن بر ما مجبوریم افغانستانی‌ها بخوایم که ایران رو ترک کنن و البته بعدش معذرت خواهی کرد. شما نظری ندارین راجع به این مثلا حرفش؟ نه والله نظری نداری. آخه بنده خدا هم شنیده نه. خب به هر حال الان تو این شرایط نمیتونه حرفی بزنه. من که نظری ندارم. نه. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید. مرسی، خداحافظ. سلام خانم، خسته نباشی. من یه سوال داشتم ازتون، اگه جواب بدین ممنونتون میشم. راجع به افغانستانیای عزیز ایرانه، میخواستم نظرتون رو راجع به افغانستانیا بدونم. برخوردی داشتین باشون؟ دوست دارین اصلا افغانستان؟ آره، من چند تا دوستام هم یعنی دو سه تا دوست دارم افغانی، خیلی خانواده خوبی هم هستن. باشون رفت آمد اونا میان خونه ما میریم خونهشون. هیچ فرقی ندارن. مثل الان قبل اینکه من باهاتون مسابقه بکنم گفتین الان دوستم افغانستانیه و داره میاد. البته نیومده. پس شما اصلا دیدگاهتون کلا مثبت راجع به مردم افغانستان؟ حالا همه اینا اس ام اس داد. نه واسه من فرقی نداره، خیلی دختر خوبی هم از خانواده خیلی خوبی هم، واسه من فقط میان خونم و ما میریم خونهشون، اصلا واسه من هیچ فرقی نداره. دقیقا ما هم همین جوری بودیم، رفت آمد داشتیم با همسایمون و حالا دوستم بود دخترشون. خیلی حس خوبی داره، مخصوصا وقتی میدونی از یه کشور دیگه هستن و خیلی همه چیزشون مخصوصا غذاها شبیه به همن، یه رفت آمده خیلی حال میده. درست.
میریم خونهشون غذاهای محلیشون هم اینو درست میکنم میخورم، خیلی هم خوشمزه است. من حالا بعضی وقتا این هموطنهای ما یه نظراتی مثلا ناخوشایندی اعلام میکنن راجع به افغانستانی ها، خب شما توصیه ای چیزی دارین راجع بهشون بگین یا اینکه اصلا نظری دارین؟ نه واسه من فرقی نداره، میگم که اونا هم انسان هم، اونام چه فرقی دارن با ما، هر کس خب یه جوریه بالاخره، هیچ فرقی نداره. درست. غذاهای چی افغانستانی رو میشناسی چی هن؟ نه اسمشو نیدم بهم گفت ولی یه بولانی. آره آره همونو خوردم. آره هم بولانی بولانی خوردم. آره آره همونو خوردم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. زنده باشین. اگه حرفی دارین راجع به مردم افغانستان؟ نه نه خیلی هم انسانای خوبی هستن، بالاخره تو ایرانی هم بعد از خوب از خونم همین جوری هم، بالاخره بعضیشون خوبن بعضیشون مثلا میتونن بد باشن، ولی خب زنگ زدم. بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم، زنده باشی. مرسی، ممنون، خدا نگهدارت، زنده باشی. مرسی آقا. سلام علیکم. سلام عزیزم، در خدمتتون. زنده باشی. من یه سوال از شما داشتم راجع به افغانستانی‌های ایران، می‌خواستم نظرتون رو راجع به افغانستانی‌های ایران بدونم و اینکه چند عروت چند میلیون افغانستانی اینجا هست، شما برخوردی باشون داشتین تا حالا؟ بله برخورد زیاد داشتم، خیلیشون همکارامونه. این کار دارین؟ نظرتون کلن راجع به مردم افغانستان چیه؟ ولی شناخت زیادی راجع به مردم افغانستان ندارم، ولی خب بالاخره اونا فرهنگشون، اخلاقشون، خلقیاتشون مثل ماه. یکی بودیم زبانشون، بله، ولی خب اونا مثل ما انسان هن، هیچ فرقی نداره. چند وقت پیش حالا بعضی وقتا میبینی حالا از طرف خود مردممون، از طرف بعضی مسئولین مثلا میگن اگه فشارها زیاد بشه افغانستانی ها مثلا برن از ایران، شما با این نظر موافقین یا مخالفین؟ اصلا کلن هیچ تأثیری نداره حضور اینا توی ایران مثلا، یا اینکه واقعا فشار میاره؟ نه خب بالاخره خب خود ایرانی ها به کشورهای خارجی سفر میکنن، اگه بخوایم بگیم که اونا مزاحم ما هم، پس ما هم مزاحم خارجی هم، هیچ فرق نداره. دقیقاً. خیلی ممنون. چه جمله‌ای گفت بچه‌ها. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. حرفی اگه داریم به مردم افغانستان یا به مردم خودمون بزنیم. فرق به نظر من این طرز فکرای ایرانی حالا افغانستانی یا فرق نداره هر کجای دنیا باشن، همه با هم دیگه انسانی و برابر، هیچ فرق نداره چه من ایرانی چه آمریکایی انگلیسی، هیچ فرق نداره، همه با به این درک برسیم که واقعا نژاد پرستی نکنیم، اصلا دنیا گلستانه، هم دیگه باید دوست باشیم. زنده باشین، خیلی لطف کردین، ممنونتون، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. مرسی. خیلی ممنون، سپاسگزارم. علیکم. سلام علیکم، قربان شما، خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. زنده شما هستم. سلامت باشین. من یه سوال داشتم از خدمت شما راجع به افغانستانیای عزیز ایران. میخواستم نظر شما رو راجع بهشون بدونم، برخوردی داشتی باشون؟ برخوردی کم و بیش من دارم باهاشون، نه که نداشتم، قدیم بیشتر برخورد داشتم، ولی خدمت شما هستم که ما نمیخوایم بگیم که بیگانه نیاد تو کشورمون، هیچ ایرادی نداره بیان برن، ولی اینجا دیگه خودمون کشور خودمون خیلی ضعیفه از نظر مادی، ضعیفن. البته یه سوالا نمیخوام اونا دیگه برم این گفته دیگه بگم خدمتون، کشور خودمون ضعیفن، گرفتارن، مشکل دارن از نظر مادی تمام ایران. درست. اینی که بخواد اونام بیان اینجا یه خود مشکلات ما بیشتر میشه. چرا؟ باید اینا همه رو رد کنن برن کشورهای خودشون برای تفریح، برای گردش اگر میخوان بیان مشکلی نداره. ایرانی های خودمون آخه مشکل اینجاست که هر دو کشورمون ثروتمندن، یعنی اینش مشکله، و دوستان افغانستان هم که از سر دلخوشی پا نشدن بیان، یک ناامنی توی کشور بوده که اومدن. یعنی چی رد کنیم برن توی کشور خودشون برای سفر بیان؟ آخه بخوان سفرم بیان که ایران نمیان، چون ایران هم شبیه افغانستانه، طبیعتش همه چیز شبیه افغانستانه، مشکلی نداره. ایرانی های خودمون بیکارن، تمام افغانی ها رو گرفتن به کار، نظر چاکندن، ساختمون سازی تو مغازه هاشون، کلن کارهای سنگی رو دارن اونم کنن، باید ایرانی هم جوهر داشته باشه خودش کار کنه دستش. مشکل اینجاست که کارهای سخت و خیلی از جاها شب بیداری که حالا نگهبان هستن یا هر چیزی رو
و مخصوصاً کارای سختی که خیلی باید از بدن استفاده بشه رو مردم افغانستان دارن انجام میدن توی ایران و هیچ جوان ایرانی این تلاش رو نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا افغانستان افراد و جوانهاشون توی ایرانن و دیگه کار پیدا نمیشه برای ایرانی. من این حرف پدرجان رو قبول ندارم. جیب خودش بره فعالیت داشته باشه. تمام جوانه ها بیکارن. درست. این از راجع به بیکاری خودتون نظرتون راجع به مردمشون چیه؟ باهاشون برخورد داشتین چجوری؟ خب من دارم مردم بسیار خیلی محترم و خوبی هستن. من چیزی ازشون ندیدم چون سالیان سال یه مدت تو خیابون جانپهلوان تختی حدود شاید 50 تا 60 تا شدن بیشتر بچه افغانی هستن دارن خرمه فروشی میکنن، بارو میذارن رو باسکو، میذارن توی به سبب مانعت میفرستن میرن. من یه مدت هم کارم خرمه فروشی بود، توناج بودم، من دو تون سه تون میفرستم. برخوردی که من با این داشتم بسیار مردمان محترم و خوبی هستن. ببین 2% مثلا تو 50 تا شاید 2 تاشون ایراد داشته باشه که اتفاقی هم یاده افتاد به خاطر مادی ضعیف بودن، هم چجور شدن اومدن همیگر از بین بردن، پولای اون همیگر بردن. تو 50 تا 2 تا یه دونه مثلا اتفاقی بده میره. بسیار مردمان خوبی هستن. قوت به هر حال همه جا داره. بله همه جا داره. بسیار عالیان. بسیار خوب مردمان خوبی هستن. چندی پیش آقای عراقچی گفتن خب اگه تحریما زیاد بشه ما مجبوریم از برادران و خواهران افغان بخوایم که مثلا که بیان اینجا. نه مثلا تحریمای آمریکا زیاد بشه یا فشار به ما بیاد، فشار اقتصادی، خب ما ازشون بخوایم که مثلا ایرانو ترک کنن، یا برن افغانستان یا مرزو باز کنیم براشون برن ترکیه. فشار باشن درست، خودمون هم تو فشاریم، خودمون هم مشکل داریم. نمیشه که قرار بشه چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه وقتی خودمون بچهای ایران مشکل دارن، نه زن دارن، نه خونه دارن، نه مغازه دارن، نه شغل دارن، بخوام اون دارن بیاریم اونجا. این صحیح به نظر من غلطه، کار اشتباهیه، صحیح نیست این کار من. لازم باید برن همشون کشور خودشون هر کسی. برای تفریح میخوان بیان، بیان، مشکل نده. گفت عرض کردم خدمتتون برای تفریح گردش میخوان بیان 20 روز در و 15 روز یه ما بمونن، ولی بخوام اینجا بیان ساکن بشن خونه امکانات اینا به نظر من مشکل پیدا میشه. آخه خونه و امکانات هم که مجانی نیست، دارن پول میارن توی کشور. بسیار خیلی ممنونم جانم. من ایرانی های زیادی هم تو مثلا ترکیه هستن، تو خارج هستن. خب اگه همین حرف شما رو مثلا حالا یه ترک بهشون بزنه شما مثلا موافقیم باهاش؟ مثلا اونم همینجور. ما ایرانی ها الان واسه ما مملکت خودمون رو باید حفظ کنیم، بیایم تو مملکت. گفتم عرض کردم آخه میگم باید بیایم مملکت خودمون رو حفظ کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم، اشتغال کار داشته باشیم، جوهر داشته باشیم. تمام وقت باید بلند میشن میرن کشورهای دیگه بیگاری میکشن، یعنی نمیدونی چه کارایی میکنن. یه کاری که اصلا صحیح گفتنش نیست، آبرو حیثیت ایران رو دارن میبرن با این کاراشون. چرا؟ کار که آر نیست، و اینکه مطمئنن کشور خودشون اون ارزهی که داشتن، اون کاری که از دستشون برمی اومده، اون علمی که داشتن کشور خودشون بها نداده، مجبور شدن برن، یا یک ناامنی بوده که مجبور شدن برن. الان چقدر از دوستانی داریم که شرایطشون توی ایران واقعا بد بوده و نمیدونم اصلا نمیشه بگی اینجا، چون اصلا مسائل خیلی زیادی سیاسیه، ولی مجبور شدن بیان و خب خیلی شریف دارن زندگی میکنن. یعنی اگر سر کار هم میرن که مثلا 4 ترک هم که توی خود کشور ترکیه هستن بغل دست اینا دارن همون کار رو انجام میدن. بعد چه آبروی داره میره؟ نمیفهمم. یه کاری که اصلا صحیح گفتنش نیست، آبروی حیثیت ایران رو دارن میبرن با این کارشون. یه کاری حالا گفتن نده، فعلگی میکنن کلا، خیلی کار نایه. وقتی که اونا برن اونجا همچین حرکتی رو، تو ایران خودمون چرا نمیکنن؟ متوجه میشید منظور شما؟ والا من که متوجه نمیشم. این فیلی اس در کردن که کشوری دیگه بریم اله میشن، بله میشن، خوب هم موفق میشن، دلار میدن و فلان میدن بیشن. خب این قدم هزینه داره دیگه، باید اجاره خونه بده. مگه بره توی رستورانی مسئولان مثلا مشغول به کار بشه، هم خوابشو بکنه، هم غذاشو بخوره، مثلا یه دونه مثلا میرم. اونم صحیح نیست برای کار کردن اونجا. اصلا بیاد ایران کار کنه، این همه رستوران داره میرم تشکیلات. خب چه فرقی کرد؟
فرقی کرد. بچه ها تو کشور خودتون بمونین، ظرفای رستورانای کشورتون رو بشورید. اصلا به نظر من غلطه کلا با مهاجرت شما مخالفه. بله مخالفم کلا، چه ایرانی باشه چه افغانستانی، هر کسی. ما هم نباید بریم اونجاها، اگه برای تفریح اشکالی نداره، برای تفریح بریم یه ماه دو ماه گردش بکنیم، تفریح میکنیم، زن بچه‌مون بریم دیداری تازه بشه، کشورشون رو ببینیم چیه چی نیست، سرمخش بگیریم اگر موفقن اونا. چه بعد بریم بعد مهاجرت کنیم، جوری شده سرمخش شدن. الان کشور خودمون متاسفانه من یه بنزین خالی میام میرم میزنم مثلا دقیق میام رو 20 تا که میرسه به 90 20 19 که میشه میشونم دقیق میشه 20 تا. 20 تا که دقیق میزنم یه سانت میلیمتر هم میبرم من میدم بهش، میگم کارت کش میدم 200 تومن 400 تومن اضافه زده. از ریشه اینا دارن دزدی میکنن تا سران بالا. خدا خیرت بده دیگه، همه رو گفتی کوبیدی، ولی تهش به جایی رسیدی که یعنی اگه خودت هم بتونی میری دیگه، دارن از دزدی میکنن کشور خودت. تمام شما اصلا که تو مجلس میگن که دارن اختلاس میکنن چیه؟ اگه کشورمون کشور درستی باشه بخوان ازشون دو تاشونو بگیرن اعدام کنن، دو تاشونو بگیرن خدمت شما اصلا چه چوب دار بکشن زندانیشون کنن، آبروی سیاسیشون رو برن دیگه، کسی که جرأت نمیکنه بیاد این کارو بکنه. خیلی ممنونم، زنده باشین از اینکه اصلا کلا همه قیمه ها رو ریخت تو ماستا. یعنی چهار تا مشکل و اتفاق و خبری که به گوشش رسیده بود و کلن همه رو اینجوری ریخت توی قابلمه و هم زد، اصلا نفهمیدیم چی شد. نظرتونو راجع به افغانستانیا گفتیم. بله البته من مخالف گفتم، مخالف افغانی نیستم، بسیار مردمان محترمی خوبی هستن، ولی از نظری که بخوان بیان جا ساکن باشن بمونن صحیح نیست. زنده باشی. دلشون نمیخواد، خودشونم مطمئنن دلشون نمیخواد. یعنی اگر یک درصد فکر کنید که یک ناامنی، یک جنگی، یک ناراحتی توی اون کشور هست و مردم بهتون پناه آوردن، نمیفهمم. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید. آقا سلام علیکم. سلام بابان، روزتون بخیر باشه. روز شما هم بخیر. من یه سوال داشتم از شما راجع به افغانستانیای عزیز ایران، میخواستم نظرتون راجع به مردم افغانستان یا کسایی که اینجا هستن تو ایران خودمون، میخواستم نظرتون راجع به افغانستانیا بدونم. بله، عرضم حضور شما که افغانستانی عزیز که در کشورمون مهمان هستن و ما بهشون احترام میذاریم و به حال اونها مهمان ما هستن و کلن دیدگاه منفی نسبت به این عزیزان وجود نداره، چه بسا که بسیاری از این دوستانی که امروز در کشورمون حضور دارن انسانهای پاکدست زحمتکش به حال دارن کار میکنن. آفرین. حالا به حال همه جا هم این مسائل هستش، توی همه ملتی هم وجود داره که خود اون یه سری مشکلات فرهنگیه، اون جای خودشو داره، ولی روی هم رفته نظر منفی در باره حضور این دوستان ما در کشورمون من فکر نمی کنم وجود داشته باشه. اگر غیر از این بود قطعا برخور خود دولت اقدام میکرد، پشتیبانی نمیکرد. میبینید که ما خیلی از این دوستانمونو داریم که اینها برخور سابقه طولانی حضور در کشورمونو دارن. بله. اصلا اینجا ازدواج کردن با ایرانی و فرزند دارن، فرزندشون مثلا 20 ساله که الان 20 سالشه و از ایران به دنیا اومده. روی هم رفته ما بهشون احترام قائلیم و به عنوان مهمان وظیفه داریم به هر حال حمایتشون بکنیم. اونها هم برادرای ما هستن دیگه. برخوردی داشتین باشون خودتون؟ بله، من مربی کاراته هستم. خب توی باشگاه خودم شاگردان زیادی از افغانستانی ها داشتم که الان خب بسیاری از اون دوستان ما با مربیگری رسمی تو کشور خودشون دارن مربیگری میکنن و شاگردای خیلی خوبی هم پرورش دادن که در سطح حالا خود افغانستان بعضن حالا توی تیم‌های ملی حضور پیدا کردن. بله داشتن باشن، به این صورت بوده. حالا بعضی از ما ایرانی ها نمیگیم هممون، بعضی همون خب نظر مساعدی نسبت به افغانستانی ها ندارن. خب
بعضی وقتا میبینی یه اتفاقات ناخوشایندی میفته تو مثلا حالا سطح کشور که بعضی ها میان مثلا دیدگاه های ناخوشایندی راجع به افغانستانی ها اعلام میکنن یا مثلا موارد نجات پرستی اتفاق میفته. شما نظری راجع به این قضایا دارین و اینکه حالا توصیه ای اگه دارین راجع به هموطنانمون؟ البته ببینید خوی توی همه حوزه ها مشکلات وجود داره، بالاخره این مشکلات بیشترش توی حوزه فرهنگی میتونه باشه. حالا اون هموطنهای خودمون اگر به حال انتقادی میکنن یا بعضن مشکلاتی رو از این طرف مشاهده میکنن، اینها دلیلی برای نمیشه که ما به تمامیت مردم افغانستان ارتباط بدیم. خب وقتی یه نفر یه کار اشتباهی میکنه که نمیگن افغانستان خراب کرده، یعنی همونطور که توی یک خونه یک خواهر و برادر امکان داره که زمین تا آسمون اخلاقیاتشون با هم فرق داشته باشه، یا یکیشون معتاد میشه یکیشون پزشک میشه مهندس میشه، نمیشه بگی که کل خانواده مثلا دیگه معتادن، اینجوری که نیست. گفتم خدمت شما اینا انسانهای زحمتکشی هستن. ما میبینیم که به هر روز صبح بلند میشن میان توی فضای کاری قرار میگیرن، مثل خود و مثل کارگرهای خود ایرانی ها، اینها هم دارن زحمت میکشن برای اینکه بتونن زندگی بکنن. به هر حال اینها تو مملکت ما مهمان هستن. من اون هموطنهای خودمون که اگر بعضن البته من کمتر میبینم، غالبا در جاهای مختلف به هر حال برخورده رو من دارم میبینم. حتی در سال گذشته من داشتم یه مسیری رو میرفتم دیدم یه جوان افغانی ایستاده برخیرم دیدم در سال گذشته من داشتم یه مسیری رو میرفتم دیدم یه جوان افغانی ایستاده برخیرمون، منم تنها بودم، روز عاشورا هم بود، ایشون رو سوار کردم گفتم که حالا منم تنها نباشم با ایشون با من بیاد و این رو. جوان خیلی فهیم و خوب و اینا، بعد یه جایی ما دیدیم نظری دارن میدن، روز عاشورا بودش دیگه. من ماشین رو متوقفش کردم گفتم به اتفاق بریم نظری بگیریم، گفتش من نمیام. گفتم چرا؟ اینا گفت آخه من یه جایی رو رفتم، البته من نمیدونم حالا کجا بوده به چه شکل بوده، من خودم متاسف شدم. گفت به من ندادن نظری. گفتم چی؟ وای اعصابم خورد شد، چقدر مردم. البته من نمیدونم حالا کجا بوده به چه شکل بوده، من خودم متاسف شدم. رو به من ندادن نظری. گفتم کی این کاری که بود؟ و حالا من نمیخوام مکانش رو شما بگم. گفتم نه عزیز من شما بیا تو سرش با این نظری دادنش. آخه نظرت که دیگه قبول نیست، دل یه نفر رو شکوندی. بیایید با من برین نظری برای همه است، چه شما باشید که افغانی هستی چه بنده ایرانی هستم، هیچ فرقی بین ما نیست. ما به اتفاق رفتیم وایستادیم، به حال با استقبال خیلی گرمم مواجه شده اینا. اینکه گفتم به حال اینا دلیل نمیشه که حالا یه نفر این کاری کرده، حالا اون چه دیدگاهی داشته چگونه بوده اینا. شما ما خودمون هم همینطور هستیم، اگه شما یکی از شما مشکلاتی رو به حال باشه، ما نباید بگیم که همه مردم افغانستان و برعکسش هم تو کشور خودمون هم همینطور هست. به هر حال کلی با هم صحبت کردیم با خوشحالی مسیری که داشتیم میرفتیم، ایشون حتی اون جایی که میخواست بره رسوندمش، خیلی هم باعث خوشحالی ایشون شدش. زنده باشین، زنده باشین. امیدوارم که سایر هموطنانمون هم دیدگاهی مثل شما پیدا کنن. بعضن حالا میبینیم موارد ناخوشایندی پیش میاد و دیدگاهی اعلام میشه، حالا بهتر بشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادیم، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. برای شما هم همینطور، برای شما هم. دوستان کلیپ رو دیدید، نظر شما چیه؟ خیلی خوب. آیا با نظرات این عزیزانی که در کلیپ اومد موافقین یا مخالف؟ نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت ها بذارید. بامزه بود. من کلا دوست دارم گزارش های مردمی، چه اونهایی رو که از کشور افغانستان رفتیم، چه این دوست عزیزمون که توی ایران دارن زحمت میکشن و این گزارش رو تهیه کردن. و خیلی جالبه که شما روبروی آدمایی قرار میگیرید که توی جامعه هستن و شاید همسایه‌ای داشته باشن از افغانستان، همکاری داشته باشن، دوستی، همکلاسی، و نظر واقعیشون رو میگن.
یعنی این رفت و آمدها باعث میشه که شما بشناسید. اونایی هم که نظرهای منفی به هر حال میدن یا یک صحبتهایی میکنن یا یک بی احترامیایی میشه، مطمئن باشید هیچ سوادی راجع به کشورهای همسایه و یا اصلا کشورهای دنیا متاسفانه ندارن و از روی بی سوادی و اون چیزی که حالا شنیدن که جنگ ناامنی ناراحتی و اینها، یک چیز کلی رو در نظر میگیرن و نظرشون رو مستقیم میگن که خیلی اشتباهه. امیدوارم که شما لذت برده باشید. عاشق تک تکتونم، ماچ به کلاتون، قربون شکل ماهتون. تا ویدیوی بعد، بای بای.